سلام علیکم. پارشای هفته پارشای بشلح، درس بسیار بزرگی در این پارشا نهفته است و برای اینکه ما به این درس برسیم و بفهمیمش مقدماتی لازمه و باید تحمل کنیم، صبر بکنیم و با تجزیه و تحلیل یکی از موضوعات مهم این پاراشا، یعنی موضوع مان، باریدن مان، معاهده آسمانی برای اسرائیل، چه درسی به ما میده؟ اصولا قبل از موضوع مان که در وسط پاراشا میاد، خب پاراشای شکافته شدن دریا، عظمت یمسوف، شکافته شدن دریای احمر و آزیاشیر و به کلام آمدن بردگان و آزاد شدگان، قوم اسرائیل که در مصر بودند گویش و کلام اونها هم برده شده بود و در اسارت بود. وقتی آزاد شدند کلام آنها هم آزاد شد و به کمک مشه برای عظمت خداوند و معجزات او سرود خواندند، شیرا خواندند، شعر گفتند. بعد از این مسئله و بعد از پارشای مان میرسیم پارشای یترو و موضوع گرفتن تورا. دریافت تورا و قبل از او آزاد شدن قوم و شکافتن دریا. چرا مان را تورا آمده و خداوند وسط این دوتا موضوع قرار داده؟ چی میخواد به ما یاد بده؟ قبل از اینکه تورا را بگیریم چه باید یاد بگیریم؟ که مقدمه به این بشه که بفهمیم که واقعا دریافت تورا یعنی چه. بعد از آنی که آزاد شدیم چرا از من تورا صحبت میکنه؟ میفرماید ویلون اون کلدت بن اسرائیل المشه و الاهرون و میدبار و یوم رو علیهم بن اسرائیل میتن متنو بیاد تشم برش میسرائیم. شکفه کردن تمام جماعت بنی اسرائیل بر موشه و هارون در بیابان، گفتند چیزی برای خوردن نداریم، به یاد غذاهای مصر افتادند و دیگه گوش را به یاد آوردند که با نان به سیری میخوردند، نان میخواند، گوش میخواند. چرا ما را از مصر خارج کردی؟ خیلی عجیبه، قومی که به این درجه رسید که در کنار دریا یک کنیز نوری از شخنا را دید که یحزقیل هنابی ندیده بود، چگونه به این راحتی پایین آمد، سقوط کرد و حالا غذا میخواد؟ برای اینکه حق داره. از وقتی از مصر آمدن بیرون 15 نیسان، حالا 15 ایار، یک ماه گذشته، چی بخورند؟ چی براشون مونده؟ در یک ماه چی خوندند؟ اون مسایی که براشون مونده بود، اون فطیری که براشون مونده بود، آیا نباید حق به اونا بدیم؟ زندگی مادی هم مهمه و تغذیه زندگی معمولی هم اهمیت داره. خب خواهش درستی دارن. خداوند جواب میده، به موشه میگه، به اونها بگو هیننی ممطر لاخم لخم من شمیم، اینک من از آسمان برای شما نان میبارانم. ما همیشه میدونیم که میگیم هموتسی لخم من هارت، ما براخا میگیم خارج میکنی نان را از زمین، نون مال زمینه، از زمین روش میکنه. حالا خدا میخواد از آسمان به اونها نون بده. جالبه که براهای هموسیه که روی کلوچه‌هایی که با مان درست میکردن چی میگفتن؟ هموسی مان به شامعیم شاید میگفتند.
برای اینکه ما از آسمان، البته آسمان که میگیم ما نمیدونیم چه مراحلی رو طی کرد تا اینکه تبدیل به این ماده غذایی شد. خدا میگه به قوم بگو که بروند و جمع کنند دور یوم به یومو، به اندازه نیاز روزشون. خدا به موشه میگه میخوام ببینم لمن انا سنو هیلخ به تراتی ایملو، این برای اونها یه آزمایش خواهد بود. میخوام ببینم آیا در تورای من خواهند رفت یا نه، رهنمود و رهنمون خواهند شد یا نه. دقت بکنید خدا به موشه چی میگه در مورد مان که باید به اسرائیل چی بگه، و ببینیم بعد موشه چی میگه. خدا میگه بهشون اولا برن بلاختو، زحمتی هم نداره، برن بگردند و جمع کنند به اندازه روزشون. میخوام امتحانشون بکنم آیا در تورای من خواهند رفت، رفتار خواهند کرد یا نه. اما روز ششم، روز آدینه، روز جمعه، میگه که به خینو ات اشریاویو، اون چی که میارن روز جمعه آمادش بکنند. یعنی چی آماده بکنند؟ یعنی برای روز شبات. و هایا میشنه، روز جمعه دو برابر جمع بکنند از اون چی که روزهای دیگه جمع میکردن، دو برابر، دو پیمانه، دو عمر. در این دو پاسو که خدا به موشه میگه که به اسرائیل بگه، خیلی موضوعها گنجانیده شده. اولین چیزی که خدا به موشه میگه چیه؟ اینه که فردا قراره که مان بباره و قوم باید او را جمع بکنه. چقدر جمع بکنه؟ مقداری که براش لازمه، فقط برای یک روز و نه بیشتر. میبینیم که اینجا به صورت رمز خدا به موشه میگه به اونها بگه که بیشتر از اندازه نیاز یک روزتون جمع نکنید. و نیاز هر آدمی یک ایفا بوده، یک عمر بوده که یک دهم ایفاست. پس اولا بهشون گفته میشه که بیشتر از نیازشون جمع نکنن. موضوع دیگه که بهشون گفته میشه اینه که به اونها باید گفته بشه که روز جمعه دو برابر جمع کنند. این موضوع دوم. موضوع سوم که برای ما قابل درک نیست، میگه خدا میگه میخوام بهشون قضا بدم ببینم انا سنو هیلخ به توراتی ایملو، آیا اینا در تورای من رفتار خواهند کرد یا نه. دیگه میخوام قضا بخورن، دیگه چیکار به تورا داره که آیا منو جمع بکنن؟ یعنی تورا رو انجام دادن، هنوز تورا داده نشده. تورا راهنمایی خدا هم هست، هدایت خدا هم هست. و آدم ها گرسنند، یک ماه اومدن بیرون، همش نون خوردن، مسا خوردن، حق دارن گرسنشونه. و یاد گوشت ها و نان های مصر افتادند و خدا بهشون میگه که من به شما غذا میدم، نون میدم یا هم گوش میدم. ولی خدا میگه اینجوری خواهم فهمید آیا اینها در تورای من رفتار خواهند کرد یا نه. جالبه، میگه هیلخ به توراتی، هیلخ به توراتی. این یه عبارت کمیابیست در تورا. معمولا اگر قراره که اسرائیل ها تورا را نگه دارن باید بگه هیشمور توراتی اولو، میخوام ببینم آیا اسرائیل ها این دستور مرا نگه خواهند داشت یا نه. یا میتونست بگه هیعسه میثبته، آیا دستورات من رو انجام خواهند داد یا نه. اما این که میگه یلخ به توراتی، آیا در تورای من خواهد رفت، این رفتن و رفتار کردن در دستور خدا چیه؟ آیا منظور این نیست که او را بشنوه و انجام بده؟
خب ما در جای دیگه طور هم داریم، مثلا میگه این به خکوتای تلخو، اگر در احکام من رفتار کنید، سلوک کنید، بروید. یا مثلا میگه به هدایت اللهم در درخ یل خوبا، و به اونها اعلام کن راهی رو که باید بروند. پس رفتن در راه تورا فرق میکنه با انجام دستورات تورا. خدا به مشه میگه فهدا خواهم فهمید، البته خدا میدونه، میخواد مشه بفهمه، میخواد اونا رو امتحان بکنه. من این قوم رو فردا امتحان میکنم، بدون در رابطه با میسوایی که بعدن میخوام به اونا بدم، آیا اینها خودشون در درونشون، در اینستینکتشون، در اون ضمیر درونیشون تورا را دارند؟ خودشون ها یا حسش میکنند؟ چون طبق گفتار کبالا و قبالیم و خسیدیم، نشامای انسان، اون نشامای الهی، نه نفشی که ما خودمون باید به نشاما تبدیل بکنیم، نشامای انسان که الهی است، خود تورا را میدونه. طبق دیدگاه عرفان، کبالا، زوهر، خسیدوت، این چی که ما یاد میگیریم در حقیقت چگونه یاد میگیریم؟ با تیسکور، یاداوری، لیسکور. اون در نشامای ما وجود داره، تورا وجود داره، منتها پنهانه. وقتی با جسم ما، با مغزمون، با نفشمون تورا رو یاد میگیریم، چجوری میفهمیم؟ یک کامپاراتوری هست، یه مقایسه کننده هست بین این چی یاد میگیریم و اون چه در نشامای ما هست. و وقتی ما این را یاد میگیریم، یه دفعه اون چی که توی نشاما هم هست به یادمون میاد که این چنین چیزی به نشامای ما گفته شده. و در حقیقت کلن علم عرفان، نه فقط در یهودیت، در همه دنیا بر اساس تسکار میگن، در عرفان ایرانی میگن تسکار، یعنی هر چی که یاد میگیریم یاداوری اون چیز که نشامای ما میدونه، چون نشاما الهی است و نشاما خودش مستقل. و خدا میخواد ببینه حالا اونا رو امتحان بکنه و ببینه آیا اون دانش و اون دیتای ضمیر درونی اونها رو بیدار میکنه، که قبل از اینی که من به تورا برسم و قبل از اینی که رسما تورا رو به اونها در گستینه بدم، آیا خودشون این دانش تورای درون نشاماشون را کشف خواهند کرد و این آمادگی را آیا پیدا کردند؟ جالبه. یه دستور دیگه خدا به مشه میده که به اونها بگه و اون اینه: و هایا به یوم شیشی و هخین و اتشر یا ویو، و باشد در روز ششم و آماده کنند آنچرا که می آورند. و هایا میشنه، اون مانی که میارن دو برابر باید بیارن روز ششم و آمادش کنن، درستش بکنن، هر کسی هر جور غذایی که میخواد با مان درست بکنه برای شبات. از اینجا ما یاد میگیریم که روز جمعه باید غذا آماده بکنیم برای اینکه شبات آماده باشه. در حقیقت در کتاب برشید اومده که یوسف وقتی که برادر رو میان بهشون، به خدمتکاراش میگه که بخینو، آماده کنند و بسازند در روز جمعه. یه رمزیست به آمادگی برای دو شبات. خب مشه این دستور رو میگیره. چهار تا دستور مشه در این مورد میگیره که به اسرائیل ها بگه قبل از این که مان بیاد. یک، فردا مان میاد. دو، هر کسی باید به اندازه نیاز روزش برداره. سه، این یک امتحانه که آیا اونها در راه خدا خواهند رفت، در تورا خواهند رفت. و جالبه، نه گوش خواهند کرد، نه نگه خواهند داشت. یلخو، آیا در مسیر تورای درون نشاماشون خودشون در این مسیر حرکت خواهند کرد یا با او مخالفت خواهند کرد، با او همراه خواهند شد یا نه. چهارمین دستور اینه که
روز جمعه روز شیشون باید دو پیمانه بردارند، دو به اندازه دو عمر. ولی ما نمیبینیم که موشه همه این حرفا رو به اونها بگه. موشه فقط درباره اینکه فردا مان میاد به اونها صحبت میکنه. و یومر موشه و هارون کل بنی اسرائیل و گفت موشه و هارون به تمام بنی اسرائیل ارب ویداتم کی هشم حسیت خمیرش میسرائیم. امروز غروب وقتی که اون بلدرچین ها خواهند آمد خواهید دانست که خدا شما را از مصر خارج کرده. یعنی چی؟ یعنی در طول یک سالی که خداوند معجزات براشون کرد در مصر، اون عظمت الهی، ضربات، فرق اونها با مصری ها، آزاد شدن اونها، ضربت اول زادگان، این اونها را واقف نکرد که خدا اونها را از مصر بیرون آورده. حالا اگر خدا برای اونها بلدرچین بفرسته یا فردا صبح مان بباره، اومد خواهند دونست که خدا اونها را خارج کرده که وطسیت خمیرش بسرعیم. آیا واقعا چجوری من این منظورش چیه موشه که بعد از ظهر و فردا خواهید فهمید که خدا شما را بیرون آورده؟ خب ما میدونیم که خداوند به موشه گفت از قبل برای نجات اسرائیل 4 لفظ گولا به کار برد. همونطوری که میگه بگو ببینه اسرائیل انی هشم من خدا هستم. حدثت یدخم به هم میتحت سیبلود میسرائیم. شما را از زیر مشقت مصری ها خارج خواهم کرد. هیتسلت یدخم عبدود معبوداتام و شما را نجات میدم از بردگی آنها. بعد به گوالت یدخم به زروهن تویا و شما را نجات خواهم داد با بازوی برافراشته و با ضربات بزرگ. و لاقحت یدخم خواهم گرفت شما را به عنوان قوم خودم و خدای شما خواهم بود. بعدش میگه ویداتم کی انی هشم الوهخم همتسیتخم. و اون موقع خواهد دانست، اون موقع خواهید دانست که من شما را از مصر خارج کردم. بعدش میگه بعد از اینی که این 4 مرحله اومد، قبل از این که شما را بیاورم به اون سرزمین باید ویداتم، بین آوردن اونها به اون سرزمین و بین نجات دادنشون میگه ویداتم که یعنی هشم. اون موقع باید بدونید این شرط داره، تا نشناسید مرا، تا ندانید مرا، شما را به اون سرزمین نمیارم. در مراحل قبلی اون 4 مرحله همه کار براتون میکنم، چه بدونید چه ندونید، چه فهمیده باشید نفهمیده باشید، اما به هویتی قبل از اینکه برید تو این سرزمین باید بیدعتم، باید من رو بشناسید دیگه، باید دیگه من رو شناخته باشید. و اون 4 مرحله اول نه. پس میبینیم که از اینجا به بعده که خدا میگه برا باید بشناسید هیدیا هزوت واقعا چجوریست که حالا موشه میگه امشب که میبینید بلدرچی میاد یا فردا که میبینید مان میاد اون موقع خواهید دانست. واقعا خیلی عجیبه. یعنی حالا با دیدن یه مان میگن فهمیدیم که خدا ما رو آورده بیرون، قبلا ندیدیم. راستی هر اسرائیلی که از مصر اومد بیرون چی فکری کرده بود؟ درسته یک سال معجزات، آیات، تحولات، آگاهی ها، اما یه اسرائیل ساده و پاشود از خودش چی میپرسید؟ ممکنه بود از خودش بپرسه واقعا کی مرا از مصر بیرون آورد؟ آیا پرو مرا آورده بیرون؟ شاید، برای اینکه پرو گفت آخرین کسی که به من گفت برو از مصر بیرون و من بیرون آمدم پرو بود. او گفت سو میتوخ امی. تا پرعو نگفته بود که از میان قوم من بیرون روید ما بیرون نیامدیم، تا پرعو قبول نکرد ما بیرون نیامدیم. ممکنه یک یهود اسرائیل اون موقع بپرسه خب این نکنه پرعو بود، فقط او بود که مرا از مصر بیرون آورد. و بعضی ها میگن نه،
شاید مشه بود. ما همش دیدیم مشه این کارها رو میکنه، مشه ما رو از مصر بیرون آورد. و اما اگر عمیق نگاه میکردن باید میگفتن که خدا ما رو از مصر بیرون آورد. حتما هنوز هنوز به این ایمان و باور نرسیده بودن. الان هم میگن در دنیا اتفاقاتی که میفته، بعدی کمک های الهی، حمایت های الهی، نظارت الهی، میگن اتفاق، میگن تصادف، میگن آدم ها بودن، انسان ها بودن، سیاست مدار بود، اقتصاددان ها هستن، کارتلا هستن. و هنوز بعضی ها نمیخوام باور کنن که نظارت الهی چه معنی داره. اینجا خداوند میگه قبل از که بیایید اینجا باید بفهمید که من هستم که شما رو بردم بیرون. و میبینیم حالا مشربین رو میگه و خود خدا هم میگه خواهید فهمید که من هستم که شما رو از مصر میبردم. با چی؟ با خوردن ایمان، با دست آوردن ایمان. موشه میگه بغر ویدت مشش مصیح میبسته. دوباره میگه، موشه دوباره میگه فردا خواهید فهمید که خدا شما رو از مصر بیرون آورده. اما این موفقیت حاصل نشد. موشه میخواست خیلی زودتر قوم به این یدیعا و دانش برسند، اما دیدیم که فردا این اتفاق نیفتاد. و میبینیم که باید صبر میکردن تا وقتی که تورا داده شد و در کوه سینای تجلی خداوند، خود خدا آمد گفت آنوکوی هشم الوکی خوا. ای اسرائیل دیگه نمیتونی شک بکنی. خدا پرده را به عقب کشید، خود را نمایان کرد، با همه حرف زد، آنوخی هشم الوکیخا. این دیگه رسمیت داد. ای یهودی بدان، ای اسرائیل بدان، تو داری مرا میبینی. من قدرتی به تو آدم ساده دادم که نبوا بیاری، که با من حرف بزنی. تا ابد باید این ایده در بین فرزندان و فرزند فرزند و فرزند فرزندان شما باشه. ببینید این موشه نیست که داره به شما میگه و شما فکر بکنید نکنه او دانشمنده، نکنه او جادوگره، نکنه او عالمه و داره خودش کارها را میکنه و به نام یه خدایی که ما نمیشناسیم حرفا را میزنه. خدا میگه ببینید خودم هستم. این فقط یک انسان نیست که بیاد و خواب نما شده باشه و بیاد بگه که من پیغمبر خدا هستم، از طرف خدا آمدم. که اگر این جور بود حق داشتید که بگید از کجا بدونیم، از کجا ندونیم یا بدونیم که تو خامنما نشده باشی، تو دچار هزیان نشده باشی، از خودت در نیاورده باشی. خدا گفت ببینید اسرائیل، یکا یک شما ببینید، من دارم با یکا یک شما صحبت میکنم. همونطوری که یعقوب آوینو میگه که الوکیم را پانیم الپانیم دیدم و تیناسل نفشی. وقتی خدا را رو در رو دیدم جان من خلاص شد از این که افکار بد پیدا بکنم و نسبت به الهیت و توحید خداوند شک بکنم. و اینجا خدا در کوه سینای بالاخره اومد و ظاهر شد و متجلی شد و با همه حرف زد. و اینجا دیگه نمیتونیم، هیچ یهودی نمیتونست دیگه بگه که این موشه است، یا موشه بود یا پرعو بود. فهمیدن همه که این خداست. و یعمین او بشم او موشه عبدو. و موقع است که هم به خدا ایمان میارن و موشه بنده او. و اینجا در حقیقت موشه میبینه که قوم یک کمی با او رفتار خشنی داره و موشه میخواد که شخنه اونجا متجلی بشه و میبینه که یک کمی از دست اونها ناراحت شده که میگه چرا به من شکوه میکنید؟ من تلینم آلی و به اهرام میگه اهرام برو باشون صحبت کن و بگو که فردا خدا به شما غذا میده. وقتی اهرام میره با قوم صحبت میکنه در تورا نوشته که بعد شخینا متجلی شد، چون اهرام به قوم نزدیکتر بود، او اونها را بهتر درک میکرد و راه صحبت با اونها را بهتر میدونست. خب چهار موضوع بود که خدا به موشه گفت درباره آمدن ایمان، که موشه اینا رو باید به قوم اسرائیل میگفت و جمع بکنند قوم روز به روز به اندازه نیاز روز.
موشه به اسرائیل ها چی گفت قبل از اینکه مام بیاد؟ چی به اونا گفت؟ زه اداوار اشر سیوا اشم لختوم من و ایش لفی اخلو عمر لگولگولت مصفار نفشوت خم ایش لاشر به احالو تقاهو. وقتی مان اومد موشه میگه این موضوعی است که خدا دستور داده است که هر کسی مطابق قضایش برای هر فردی جمع بکند به تعداد افراد خانواده ایتان. نوشته های اسوکن بن اسرائیل ولاختو این چنین کردند قوم اسرائیل و جمع کردند همربه و همم اید. بعضی ها بیشتر از اون که تعیین شده بود، بعضی ها کمتر. اندازه گرفتند به عمر و دیدند که هیچ کس بیشتر یا کمتر نیورده و همه به اندازه‌ای که باید بخورن آورده. شاید استیمیت کردن، برابر کردن که کم آوردن یا زیادتر آوردن. بعضی ها به کمی شک و تردید دارن ولی بعد دیدن نه درست آوردند. دستشون، دلشون پیمانه‌ای را داده که درست در بیاد و اون چی خدا بهشون گفته برای اونها هم درست رفتار کردند. موشه به اونها میگه و یومر موشه علیهم ایش ال یوتر ممنو اد بوغر. موشه به اونها میگه که هیچ کسی اضافه تا برای فردا مانش رو نگه نداره، همش را در روز مصرف کنید. و این دومین موضوعی است که بعد از اینکه مانا دیدند حرف زدند و گفتند این چیه مانهو. جالبه که یه بار میگن مهو، یه بار میگن مانهو. همه میگن مهو به زبان عبری است، مان به زبان آرامی است. ما یعنی چه، مانم یعنی چه، یکی به زبان عبری، یکی به زبان آرامی. مان غذای عارفانه است، غذای آسمانی است، ما یک غذای رازآلوده. به همین خاطر به زبان آرامی میگه. هرچی که به رمز و تفسیره و هرچی که مال گالوته همیشه با آرامیه، هرچی که مال ارس اسرائیله و طبیعی صورت زبان عبریه. حتی میبینیم که زبان آرامی زبان ضمیر ناخودآگاه توراست. زبان تورا عبریه، زهر آرامیه، تورای کتبی و شفاهی میشنا عبریه، اما گمارا که تفسیر تورای شفاهیه که در گالو داده شده به زبان آرامیه، زهر همینطور. اون چی که در راز رمزه و اون چی که در گالوته آرامیه. بعد از اینکه مانا میگیرند، موشه اطلاع دوم بهشون میده. خب اطلاع اول داد که مان میاد و اطلاع دوم چی؟ که حالا که اومده هر کس به اندازه کافی باید برداره. دو تا از چهار اطلاعات را میده. اما آیا قوم به حرف موشه گوش داد؟ نوشته ولو شاموئل موشه و یا تیرو اناشیم. موشه گفت چیزی اضافه نذارید، همه رو امروز بخورید. این دستوره. وقتی تورا دستوریه، انسان معمولاً باش یک نوع مخالفتی در وجودش پیدا میشه. هر مصوایی وقتی به آدم داده میشه، در مقابلش یک ضدی در یک اصراری ما باش مخالفت میکنه. هرچی دستورها رو خودمون از دلمون، از درونمون بفهمیم، باش قشنگتر کنار میاییم. وقتی به ما دستور میدند، یک واکنشی از درون ما در مخالفت با اون ایجاد میشه. شما دیدید که مثلا مشروبات الکلی برای بعضی از ادیان یا یه دینی یا ادیان ممنوعه. باید آمار گرفت. برن ببینن مشروبات الکلی را کیا بیشتر مینوشند. آیا اون دینی که یا ادیانی که حرام دونستند بیشتر مصرف میکنند یا دین و مذهبی که درش آزاده؟ وقتی چیزی آزاده،
انسان حسی و آتشی بیش از اندازه بهش نشون نمیده، چون همیشه براش هست، هر وقت بخواد میتونه استفاده کنه، افراط تفریط نمیکنه و اندازه مصرف میکنه. وقتی که چی حرام میشه، یه سر وجود آدم، آدم را مجبور میکنه یک آتش و یک التهاب و یک احساس نیاز بیشتری به اون نشون بده. مسیحی ها بیشتر مصرف میکنن یا اون ادیانی که براشون حرامه؟ خب شما بهتر میدونید چرا؟ چون براشون دستوره. دستور که میشه، وجود انسان یه طوری ایجاد شده و این خود خدا هم میدونه. حخامه میگند گادول متسووه و اوسه میلو متسووه و اوسه. اگر کسی بهش دستور داده شده و او رو انجام میده، خیلی این درجهش بالاتر از کسی است که دستوری داده نشده بهش ولی با این وجود انجام میده. حخامه میگن چطور ممکنه؟ اتفاقا وقتی که به من دستور دادن، من وظیفه انجام میدم، و ولی وقتی به دستور ندادن، میام و میگم اصلا من مزدش رو هم که نمیگیرم، ولی میام انجام میدم. اتفاقا این مورد دوم باید بیشتر مزد داشته باشه، که من با وجودی که من نخواستن، به خدا نخواسته، ولی باز من انجام میدم. میگن نه، وقتی که به دستور داده نشدند، از درون خودت یک آزادی وجود داره که اون کار را میسوار انجام بدی. وقتی به دستور داده میشه، از نفشت یک خاصیتی است که مخالفت باش برمیخیزه و نمیخوای انجام بدی، و این به همین خاطر کسی که مسوابش داده شده، دستور داده شده، اون این مزد بیشتری داره، چون سخت‌تر میشه. وقتی که به ما دستور میدن، وقتی که مشروب حرام میشه، آتش و اشتیاق به اون بیشتر میشه. با فقط مسئله مشروب فقط میزنیم، هر چیزی، هر عملی که آزاده، ارتکابش و استفاده از اون خیلی محدودتر از وقتی که حرام میشه. و اینجا میبینیم که در حقیقت وقتی موشه میگه هر کس به اندازه کافی، یعنی یک عمر برداره، و بعد میگه هر چی که در روز استفاده کنید نترسید، فردا خواهد اومد، فردا دوباره خواهد بارید، ایمان داشته باشید. این همون آزمایشه، امتحان الهی است که میخواد ببیند درون اینها واقعا چی برمیخیزه. ولی تورات چی نوشته؟ ولو شاموئل موشه، و به حرف موشه گوش ندادند و اضافه نگه داشتند برای فردا. یعنی با دستور موشه که دستور خدا بود مخالفت کردند. وقتی که دستور حالت اجبار داره، جبر داره، فشار داره، این واکنش اینطور خواهد بود. همونطور که در کوسینای توی میدراشا شما شنیدید که خداوند برای اینکه قوم اسرائیل تورا قبول بکنه، یک جبری اونجا ایجاد کرد. تو میدراش نوشتی که گفت اگر من همه دنیا رو خلق کردم و دنیا به راه اشتباه رفته، فقط شما موندید ای قوم که دستور من رو انجام بدید و الگو بشید برای جهانیان. اگر شما هم انجام ندید، قبول نکنید، دیگه من خداوند هاست شارو میگه من این دنیایی خلق کردم بی هدف میشه. باید شما قبول کنید، یکی باید بالاخره تو دنیا بیاد و انسانیت را بپذیره و اخلاق را بپذیره و عدالت را بپذیره، دستورات من را بپذیره. اگر قبول نکنید، نوشته مثل اینه که کوه سینای را برای سرشون بلند کرد، بگو اگر قبول نکنید پورتی یکی برد خیر، اینجا من شما را دفن میکنم. البته داستانه، البته این متافوره، منظور اینه که وقتی جبر تورا را ما با جبر گرفتیم، و همونطوری که راوه کوک میگه بعدن باید، به خصوص الان که ما میبینیم وقتی که رنسانس اومد و تنویر افکار و روشن فکری اومد، خیلی از اقشار و خیلی از جوامع دنیا کمی از مذهب دور شدند، به خاطر اینکه او را بهش میگن کفیاتی میبینند، او را اجباری میبینند، و میگن نه، من باید خودم تشخیص بدم که این کار درست یا نه. ولی راوه کوک میگه نه، ترسید، بشر دوباره به خدا برمیگرده و خیلی با دست بلند برمیگرده. وقتی دنیا پیش خواهد رفت، علم و دانش زیاد خواهد شد، گذشته تاریخ و تجربه بسیار زیاد خواهد شد، بشر زمانی خواهد رسید که با احبا، با عشق به خدا برخواهد گشت. راوه کوک میگه من نمیترسم از این سکولاریسم، نمیترسم از اینکه میبینیم خیلی ها از مذهب فاصله گرفتند،
اینها همه برخواهند گشت. و پیشرفت علم و دانش برعکس اون که بعضی ها میگن علم و دانش باعث شده که بشر از خدا دور بشه، برعکس. زمان خواهد رسید که این استدلال عقلانی بشر را به سوی خدا و با عشق، این با نه با ترس، نه با اجبار، با اختیار خودش برخواهد گشت. نویم گفتند زمانی میرسه که دیگه شما معلم نخواهید بود، نخواهید خواست، لازم نخواهد بود که خدسی به شما یاد بده. زمانی میرسه که این ترای من بر قلب شما نوشته خواهد شد و نوشته شده و اون نوشته خودش در وجود شما تراوش خواهد کرد و خود شما مرا خواهید شناخت و دستورات من را خود از وجود خودتون صادر خواهد شد و مثل فیضی به درونتون به عقلتون وارد خواهد شد. اینجا میبینیم وقتی دستور اومد موشه گفت اما گوش ندادند و خیلی ها رفتند و نگه داشتند و فردا همین رو کرم خورد. و یوتی رو اناشیم میمنود با غربان که موشه گفته بود اضافه نگه داشتند بعضی ها از اون تا صبح و این مان کرم خورد و گندید و ویکسوف علیهم موشه بر اونها عصبانی شد. چرا؟ چون موشه دستور داده بود و اونها از دستور او عدول کردند. اما یه چیز جالب اینجا میبینیم، موشه نگفت که خدا میخواد شما را امتحان بکنه و فعلا اینجا میبینیم که اونها در راه خدا نرفتند و چون اون قسمتی که دستوری بود را باش مخالفت کردند. اما در پاسوک 21 می نویسه و ایلغتوت و بابوغر بابوغر ایشکفی اخلو. بعد از این ماجرا که اونا که اضافه آورده بودند گندی، خب دیگه دیدن، دیگه فهمیدند، اینجا دیگه مسئله ایمان نیست، اینجا دیگه مسئله دستور خدا نیست، دستور موشه نیست. حالا خودشون در منطقشون دیدن آقا زیاد آوردیم، نگه داشتیم، گندی دیدیم که گندی. پس چی می نویسه؟ دیگه یاد گرفتند و جمع کردند آن را هر صبح، هر کسی به اندازه نیازش و هر چی زیاد میمون دیگه به خامش مش و نامس. چون میدونید ما خیلی زیاد میومد، بعضی ها میگن ما به اندازه کل اسرائیل میومد. یه میدراش خوندم که مانی که میومد درست به اندازه نیاز همه آدم ها بود. اما جالب اینی که بعدن هم بفهمیدند و هر کسی به اندازه برمیداشت و هیچ کسی بیشتر و کمتر بد نداشت. شما خیلی تفسیرها شنیدی که معجزه آسا بود، یعنی هر کی کمتر و بیشتر بر میداشت میرفت اندازه گیری میکرد، دیدید که نه همون اندازه است. این میدراش داستانه. اما یه نظریه دیدم که نه، انقدر اینا دیگه شعورشون به اونجا رسیده بود که انقدر به اندازه بر میداشتن که هیچی کم نمیومد برای هیچ کس و اضافه نمیومد برای هیچ کس، چون درست خدا به اندازه نیاز آدم ها 600 هزار آدم مثلا میفرستاد و اینقدر مراعات میکردن که کسی از همه کسی دیگری بر نمیداشت. و اینجا دیدن بله دیگه، دیدن که میگه اگر نگه داشتن بگنده فهمیدن خودشون. یه وقتایی خداوند فرصت میده که ما دستوراتش را که خودش به ما گفته، بابا این دستورات را من دارم به شما میگم، تورا را من دارم دادم، من خدای هستم که دانا و توانا و همیشون میدونم، من به شما میگم به نفع شماست، من به شما میگم این دستورات من برای رستگاری شماست، برای سلامت شماست. هارامبان میگه تورایی که خدا میده بالانسه، امکان نداره خدا به ما دستوری بده که از عهدش بر نیاییم. درست مطابق منش ما، فطرت ما، ذات ما خدا دستور داده. این دستورات ها نمیتونه بگه ما نمیتونیم انجام بدیم، اگر نمیتونستیم به ما نمیداد. خدا از ما کاری نخواسته که نتونیم انجام بدیم. این دستورات همه هماهنگ و مچ با وجود نشامایی، جسمانی، نفسی همه وجود ماست و نباید اشتباه بکنیم. حالا جالبه دو قسمت از اون چهار دستور را موشه به اسرائیل گفته بود، اما آیا موشه به اونا گفت که روز جمعه باید دوبار، روز ششم، حالا روز آدینه باید دو برابر بردارید؟ ما ندیدیم که گفته باشه. خدا گفت بهشون بگو، اما تورا ننوشته که موشه به اونا گفت، فقط گفت روز به روز بردارید، به اندازه بردارید. درباره مقدمه شبات در روز ششم که باید دو برابر بردارن، موشه ما ندیدیم که چیزی بگه.
اینجا نوشته و هی بیام شیشی روز جمعه شد. خب البته اون موقع که جسمش جمعه نبود، جمعه بعدن در اسلام مطرح میشه، روز آدینه روز ششم نوشته لختو لخ میشنه شنه ها عمر، هر کسی به اندازه دو عمر دو برابر برداشت جمع کرد. رؤسای اسرائیل اومدن تعجب کردن، گفتن اه موشه اینقدر اصرار کرده، به اینا گفت نباید زیاد بردارید، این از بین میره میگنده، ایمان داشته باشید. رؤسا دیدن که خود مردم خودجوش بدونه که موشه گفته باشه، روز جمعه روز ششم یه بهشون الهام شده و همه دو پیمانه برداشتن. اما رؤسا فکر کردن که اینا دارن برخلاف دستور موشه دوباره رفتار میکنن، نکنه یارشون رفته، چند روز گذشته یک شنبه بود حالا جمعه است و اینا یارشون رفته که اگر اضافه بمونه میگنده. چی نوشته؟ میگه و یا وو کل نسیه هایدا و یکیور موشه، رؤسا جامعه اومدن و به موشه گفتن موشه اینا دارن دو برابر میدارن، چرا این کارا میکنن؟ و اینجا میبینیم و یومر علیه موشه، موشه یارش اومد که باید این رو به اونها میگفت اما خدا کاری کرد که نگه. اینجا آزمایش بود، آزمایش اینجا بود، وقتی که دستوری نبود، وقتی که کفیاتی نبود، وقتی که جبر و اجبار نبود، بلکه با آزادی انسان بود، خودشون فهمیدند، شبات رو حس کردند، شبات نشامای تراز، شبات شما دقو چابری خوز، شبات اسم خداونده، شبات یه نیروی موجود مستقله. شما در ظهر میبینید وقتی که ما به راهای شب شبات میگیم کیدوش صبح، شب شبات صبح سوداش یه لیشه کیدوش که نیست ولی برای پرگفن میگیم اونجا، ولی اون چیزهایی که میخونیم درباره مهمانانی که میان در شبات و که در ظهر رو در کوالا هست، خود شبات یه تقدسی موجودیست، یه واقعیت روحانی خیلی بزرگی است و آدمی را حسش میکنه. امکان نداره احساس ما روز شبات با روزهای دیگه یه جور باشه. اهمیت و اون قدوش های شبات یه وجود واقعی است و اسرائیل هایی را فهمیدند. موشه نگفته بود و اینجا موشه میاد میگه که میگه ساریخ لاکخت بشه، نه میگه بله شبات شباتون قدش لشه. موشه میگه ای را خدا گفته بود که به شما بگم امروز باید دو برابر بردارن، درست برداشتن. به رؤسا گفت شما که ادعای عقل و دانش دارید مثل اونها نبودید، اونها فهمیدن که امروز شبات باید دو برابر بردارن، خودشون فهمیدن. همانطوری که ناوی میگه در آینده تورا در قلب همه در وجود انسان نوشته شده و انسان از خودش تورا و حقایق از او تراوش میکنه. البته تا اون زمان ما وقت داریم و هنوز فرصت داریم، نه که بگیم الانم هر کاری بکنیم به چی بمون احساسی بمون دست بده و هر الهامی که بشه فکر میکنیم، نه این ما هنوز نرسیدیم به اون ایدئال که دیگه معلم لازم نداشته باشیم. ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، حالا هنوز خیلی باید مراتب را طی کنیم تا اونجا برسیم که این قلب ما خودش و نشمای ما این توراش را تراوش بده و ظاهر بکنه. اینه که موشه میگه بله شبات قدش لهشم مخادش تفو افو افو افو، اون چه که میخواد بپذید امروز بپذید و هر کاری میخواد بکنید و اضافه را بذارید برای فردا تا صبح. و فردا چنین کاری کردم همطور که موشه دستور داده بود و کرم نخورد، مان سالم موند و موشه گفت فردا بخورید که امروز برای خدا شبات است و امروز در صحرا او را پیدا نمی کنید. و ویهی و یوم شبیعی، اما اینجا موشه دستور داد دوباره. وقتی دستور نداده بود خودشون فهمیدند و دو روز جمع کردند، اما وقتی موشه دوباره دستور داد که فردا نخواهد بود، مبادا فردا برید بیرون، فردا ما نیست، شباته، شبات خود براخاست، ولی جالبه که ما در شبات نمیاد، برای اینکه این خود شباتی که رفته براخه ها را بیاره، اون خزانه دار بانکی است که
در طول هفته حقوقا را پخش میکنه، اما شبات رفته که پولها را بیاره در مخزن قرار بده، حقوقا را بره بیاره از اون جایی که باید بیاد، از بانک مرکزی. و این در حقیقت همون اینه که شبات ما نیست. چرا نیست؟ چون شد شبات رفته که براها را بیاره که بعد طول هفته پخش بکنه، براهای هفته از شبات نتیجه میشه. وی مشیبی. و واقعی در روز هفتم خیلی از قوم رفتند، البته نمی خیلی، نه من دیگه نباید یک کلاغ چرا کلاغ بکنم، میگه یاد سومنه آم، یه سری تعدادی از قوم رفتند جمع بکنند و پیدا نکردند. اینجا خدا دخالت میکنه به کی؟ المشه ادما تای مانتم لشمار مصفتای و تروتای. خدا باید به کی بگه؟ به اسرائیل بگه، به موشه بگه، به اسرائیل بگو تا به کی خودداری میکنید که حفظ کنید مصباح و تورای مرا. اما خدا چی میگه؟ به موشه میگه ویور هشم الموشه. خدا به موشه میگه چرا یادت رفتشون بگی که شبات رو باید چه بکنند و چگونه جمع بکنند. اینجا به موشه میگه ما تایمه انتم تو برادرت. البته تفسیره، ولی تفسیر جالبیست. مسئولیت رهبران جامعه خیلی زیاده. نمیتونیم بگیم آقا مردم توجه نمی کنند. مردم حالا میگن این الان دوران مدرنیزم، دوران دیگری شده، این کارهای قدیم برای چی، ما دیگه عوض شدیم، دنیا عوض شده. نه، همه چیز بر اساس توراست، پایه همونه، فقط زمان عوض میشه، اما تمام اصول در حلاها در تورا بررسی شده و جا همه تحولات و همون استثناها هم همش در ریشه حلاخا وجود داره، فرق نمی کنه. یه وقتی آتیشه، یه وقتی برقه، فرقش چیه؟ همون منبع انرژیه که شما با یه روشن کردن یک کلید کارخانه اتمی را شروع به کار می کنه و به راه می دازید و دنیای را به کار وامی دارید. چه فرق می کنه؟ زمانها آتش بوده، پای انرژی. اینجوری نیست ما فکر کنیم فقط میگیم الان اون زمان که برق نبود. باید ببینیم ریشه اساس حلاخا چی میگه، باید هرامبام رو بخونیم ببینیم اصلا کار در شبات یعنی چه، کار نکردن یعنی چه، ملخت محشبت کار هنری و کار فکری یعنی چه. ممکنه شبات لازم بشه یک جسم 500 کیلویی خیلی سنگین رو هم در خونه جابجا کنیم که میخوایم اونجا میز بگذاریم و اون مجاز باشه. منظور کار که فقط هر کاری نیست، کاری که تورا میگه، کاری که حلاخا میگه، کار ملخت محشب، اینا باید یاد گرفت، باید آموخت، حلاخا رو باید یاد گرفت. و اینجا میبینیم که خدا رهبرای جامعه مسئولیت دارن که نگن مردم گوش نمیدن. البته یه جایی هم داریم که میگن اگر چیزی که واقعا شنیده نمیشه باید ببینیم که اون موقعیت این جامعه چیه و باید بسنجیم چی بگیم چی نگیم، چه جوری بگیم، به چه صورت بگیم. ولی مسئولیت رهبرا این، حتی اینجا ظاهرا خدا به موشه ایراد میگیره، بعد ما تمنتنش موشه رو نگفتی که شبات اینا خودشون فهمیدن. البته من خواستم اینا رو آزمایش کنم، آزمایش شدن. اما البته موشه هم اینجا بعدن میبینیم که یک مقدار ادامه میده. ولی وقتی موشه گفته بود که فردا نری جمع بکنید، چون دستور بود اولش بود، اونا رفتن. به خدا میدونی در تورا موارد اولی هر میسته و گناهی را سخت خیلی گرفته. میبینیم موضوعایی که دیگه اتفاق افتاده، مثلا کسی که به اسم خداوند توهین میکنه، اون مسئله کسی که در روز شبات اون چوبها را جمع میکنه، این اول راه افتادن تورای اسرائیل اول شروعشه و اونجا خیلی سخت گرفته میشه با اونا که استارت همه چی باید قوی و محکم باشه. و اینه که موشه میره جلو و میگه که اولا همه قوم خودشون فهمیدن که باید چه کار بکنن و به این صورت روز جمعه را چطور برگزار کردن و دو برابر جمع کردن. در حقیقت اینجا میفهمیم و خدا میگه دیدید که تورا سازش داره با وجود شما، تورا هماهنگ با وجود شما، تورا در وجود شما هست، فقط باید فاشش کنید، کشفش کنید، پیداش بکنید. و
این مسئله هماهنگی را میبینیم در مسئله شبات. خداوند در تورا میگه زاخورت یوم شبات لقدشو، زاخورت یوم شبات لقدشو، به یاد آور روز شبات را برای در تقدسش. اینو که میگه بعدن خدا توی ده فرمان میگه، میگن زاخور به یاد بیاور. یعنی چی به یاد بیاور؟ آدم چیا به یاد بیاره؟ یه چیزی را که میشناسه، یه چیزی را که یه بار دیده. زاخورت اشر اصالخ امالق بعد درخ، به یاد بیار اون چرا که انجام داد امالق بر درخ. چیا به یاد بیاریم؟ چون امالق بوده، امالق برای دشمنی با ما اومد و اقدام کرد. خدا میگه فکر نکنی تمام شد، امالق از بین رفته، اما ایده امالقی مونده. هنوز ممکنه خدای نکرده مثل هولوکاست بخواد از طرف دشمنا اتفاق بیفته. زخور اون اتفاقایی که افتاد، هولوکاست را به یاد داشته باشید، مقابله کنید، تبلیغ کنید، تظاهر کنید اگر لازمه بر علیه کسانی که ادعاهایی میارن بر ضد یهودیت و بر ضد تورا و بر ضد اقوامی که الان میخوان یهودیت را و اسرائیل را باش مبارزه کنن و تحمل این همه پیشرفت و تمدن و تورای ارث اسرائیل ندارند و تعجب میکنن در دنیا که چگونه این کشور بعد از این تعداد سالهایی که هم به این درجه پیشرفت معنوی، روحی، جسمانی، فیزیکی رسید، امیدواریم که معنویش و تورایش هم کم کم به پای پیشرفت مادیش برسه. میگه زخور یاد داشته باشید اسرائیل، کسانی حتما خواهند بود که بخوان مخالفت با شما بکنند و حسادت بکنند. تعجب میکنند که شما چجوری در تورا دارید پیش میرید. خب یه چیزی بوده، اتفاقی افتاده قبلا، امالق بوده، حالا میگه به یاد بیاور. و اینجا هم همینطور، زاخور دم شبات، به یاد آور روز شبات را. که شبات ها اینا به یادشون بیارند. خاطر داستانش شنیدی که موشه وقتی جوان بود، وقتی دید در برده های اسرائیل هر هفت روز هم کار میکنن و اینا فرسوده میشن و زود متلاشت بمیرن، به پر او گفت که این کارت اشتباه است، 6 روز از اینا کار میکشی، یک روز به اینا استراحت بده تا اینا ریفرش تازه بشن، تجدید قوا پیدا کنن و بتونن برای تو خوب کار کنن. توی مدراش البته و قبول میکنه پرو و روز شبات رو مشیک تعطیل معمولی، نه تعطیل تقویمی بهشون میده، نه به صورت قدوشایی. و این زاخور به یاد میگه به یاد بیاورید اون شبات رو که در مصر هم بودید، به شما تعطیلی داده شده بود، حالا این رو به صورت قدوشا در بیارید. در ثانی به یاد بیاورید اون چرا که قبل از اینکه تورا را بگیرید، وقتی من را به شما دادم، روز ششم خودتون اومدید و این شبات نشاماتون شما را بیدار کرد و همه دو پیمانه برداشتید به خاطر شبات، این را به یاد داشته باشید. حالا من این را به شما اعلام میکنم که این روز مقدس است. زاخور، این را چی کنید؟ این را به یاد داشته باشید. در حقیقت این به خود به توراتی این میگه که وقتی خداوند به موشه میگه میخوام ببینم این قوم در تورای من میره، به توراتی یلخو، منظورش اینه که کی میشه که اینا در اون قدوشهای نشاماشون درشون ایجاد بشه و باز بشه، ببینم خود به خود چه جونی به خود جوش به تورا برمیگردن، نزدیک میشن. و این چیز که رافکوک به ما مژده داده که به تدریج قوم اسرائیل و بعدن همه دنیا و جهانیت به حقیقت الهیت و دستورات بن نوح و همچنین ما اسرائیل را به دستورات تورا برخواهیم گشت و نزدیک خواهیم شد و این حتما اتفاق خواهد افتاد و تحولاتی که از طرف خداوند هم کمک حتما خواهد شد که هم ما باید اقدام بکنیم، هر کسی سعی بکنه. و واقعا شناخت یهودیت رو باید با ما که تبلیغ نمی کنیم یهودیت رو، ما فقط بین خودمون، بین جامعه به صورت تدریجی و ما رو ترویج میدیم. البته خب دیگران هم اگر دوست دارن میتونن از اونا استفاده بکنند. یهودیت معتقده که دو ایده و عقیده اساسی در دنیا هست، یکی یهودیت هست، یکی قوانین بن نوح که همه دنیا باید اونها رو انجام بدن. و یهودیت میگه اگر افراد معمولی غیر یهودی اون دستورات نوح رو انجام بدن، اونها میتونن صاحب عالم حبا باشن، جهان آینده، رستگاری، موفقیت. ما هیچ وقت اعلام نکردیم که همه باید یهودی بشن.
ما هیچ وقت چنین چیزی و عقیده‌ای و ایدئولوژی ما هرگز نبوده که همه دنیا رو باید یهودی کنیم یا به زور. ما نه به زور شمشیر نه به زور کلام، حتی اونطوری که در ریشعیا اومده که مشیح که ظهور بکنه، مشیح انسانها رو با کلامش البته هدایت خواهد کرد، نه با کلامش خواهد زد، نه با شمشیر. و معلومه که اون دنیا، اون زمانی که فرهنگ به اونجا داره میرسه که دیگه نمیشه، همونطوری که وقتی موشه ربینو به جای اینکه به صخره بگه به صخره زد، خدا از او ایراد گرفت، گفت الان دیگه وقت زدن صخره نیست، اینا دیگه بچه نیست، بچه رو هم نمیشه زد. موشه چرا زدی؟ اینا دیگه دارن وارد اسرائیل میشن، اینا آگاهی دارن، با اونا باید حرف میزدی، به صخره باید میگفتی، با قوم اسرائیل با ملایمت و کلام اینا تشنند، با اونا حرف بزن. فرهنگی ما کار باید بکنیم، آگاهی بدیم، درس و کم کم یهودیت را اونطور گهیم، اونم یهودیت واقعی، نه خرافی، نه افراط و تفریط، واقعیتی که بیشترش منسجمه در اون چی که هارامبام میگه، راف کوک میگه، این را باید ترویج بدیم. و پاراشای این هفته هم مسئله ایمان این درس را به ما درباره تراوش درونی تورای ما میده. امیدوارم که استفاده کرده باشید. تا برنامه بعدی که احتمالاً این هفته درباره بازی درباره ایلانوت خواهد بود، همه شما را به خدا می‌سپارم. شالوم شالوم.